سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشته روز عرفه و تسلیت شهادت حضرت مسلم ابن عقیل، خدمت همه شما بزرگواران، موضوع احکام در خصوص قربانی و ابتدا در اهمیت و فضیلت این سنت حسنه از دیدگاه معصومین علیهم السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند در یوم النهر، یعنی روز عید قربان، عملی بهتر از آن نیست که خونی به رسم قربانی بر زمین ریخته شود یا در مسیر احسان به والدین یا خیشاوندی که با تو قطع رحم می کند گامی برداشته شود. مسئله اول این که یک قربانی به خاطر دو نیت مجزا در روز عید قربان صحیح نیست. مثلا فردی نذر کرده عملی رو انجام بده مثل قربانی، حالا روز عید میخواد اون واجبش رو قربانی رو ذبح بکنه، هم به نیت عید قربان هم برای ادای نذر، همون ادای نذر محسوب میشه. یا گوسفندی که عقیقه هست میخواد اون رو ذبح بکنه، هم قربانی هم عقیقه، در این صورت هم جایز نیست. اما برای اعمال مستحب، یعنی روز عید قربان گوسفندی ذبح بکنه که خداوند بلیات رو ازشون دور بکنه، در این صورت اشکالی نداره. نکته دوم در باب نذر، گوسفندی که نذر مکانی مثل امامزاده یا حرم شود، باید گوشت آن به مصرف فقراء آن محل یا زوار در آن محل اطعام یا مصرف گردد. و مصرف قربانی در روز تاسوعا و عاشورا باید صرف اطعام عزاداران شود. در بعضی از مناطق روز تاسوعا و عاشورا ذبح میکنن، چند کیلو چند کیلو به فامیل های خودشون در استانه های دیگه میفرستن که چنین چیزی جایز نیست. اگر برای امام حسین روز تاسوعا است، با هدیه دادن دیگه مخلوط نکنیم. در بعضی از مناطق یکی از بدعت ها اینه که در باب عقیقه استخوان گوسفند عقیقه رو در پارچه میپیچند و دفن میکنن. یک چنین چیزی بدعته، بدعت هم حرامه. همونطوری که احیاء سنت حسنه بر ما واجبه، از بین بردن بدعت هم بر ما واجبه. در بعضی از مناطق افرادی که گوسفندی ذبح میکنند در کنار تشییع جنازه، یه چنین چیزی نداریم، بدعته، بدعت حرامه. بعضی از افراد گوسفندی ذبح میکنن، خونشو میمالن به ماشین یا اون درب منزلشون، در حالی که نگهدارنده اون وسیله خداست نه اون خون. چنین چیزی جایز نیست. انشاءالله امروز که روز احسان به اموات هست، احسانمون رو برگردونیم به سمت سوی قربانی. همون مبلغی که میخواید اهدا بکنید، حالا چه از باب نزورات حرم مطهر یا در استانهای دیگه از طریق نهادهای حمایتی، انشاءالله هزینه ذبح قربانی بشه تا این که هم امواتمون بهره ببرند و هم این که فقرا از خوردن گوشت استفاده بکنند. عاقبت به خیر بشید انشاءالله. در این روز عرفه سعی کنیم رحم بکنیم تا مورد رحمت قرار بگیریم، ببخشیم تا خدا ما رو ببخشد، عطا کنیم تا مورد عطای خدای متعال قرار بگیریم. هدیه و ارواح مقدس و مطهر انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، علما، اموات و گذشتگانمون، همه حقداران، بالاخص حضرت معصوم سلام الله علیها و هدیه به روح شریف حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام، سه صلوات محمدی ختم کن.